اون سر آدریان اسکیپ، پدر مدتی منتظرشه. بریم ببینیم دیگه چه اتفاقی افتاده. سلام مات. سلام سر آدریان. خوشحالم ببینمت. حتما میخوای بدونی جریان از چه قراره. آب کنجکاو که شدم، خیال داشتم بهت تلفن کنم ولی تصمیم گرفتم شخصا بیام اینجا. اسم پروفسور کلیفتون رو شنیدی؟ پروفسور لئونارد کلیفتون از انستیتوی تحقیقاتی حیوانا؟ بله، در رشته خودش یک نابغه است، واقعا نابغه است. من یکی دو تا از کتاباشو خوندم. به زودی فرصت ملاقاتشو پیدا میکنی. من روز پنجشنبه با خودم بیارمش اینجا. واقعا مشتاق دیدنشون هستم. متاسفانه این ممکن ملاقات خوبی نباشه، البته از نقطه نظر تو. پروفسور اخیراً داره روی پروژه‌ای کار میکنه که مربوط به کیسه داران میشه، به خصوص کانگروها. خب این پروژه بسیار مهمیه که باید گفت مربوط به اندازه‌گیری هوش و قابلیت کانگروهاست. دکتر چند تا از اونها رو در لابراتوارش در سیدنی تحت آزمایش قرار داده ولی از نتایج به دست آمده اصلا رضایت نداره و یکی دیگه میخواد. این کار چندان مشکلی نیست. نه مشکل نیست، ولی در این مورد حیوانی که اون میخواد سکیپیه. اشتهاش هیچ عیبی نداره اسکیپ، مطمئن باش. این بازم تو آشپزخونه بود. اصلا آخه من با تو چی کار کنم؟ پیشرفت بیمارا چطوره؟ خیلی خوبه، متشکرم. اون داره یه خورده قوت میگیره. امروز عصرش میگردونیم پیش مادرش. به نظرم این یکی آماده است که بره خونه. راستی میدونی که سر آدریان اینجا تو دفتره؟ دیدمش داشت میرفت تو. برای چی اومده اینجا؟ من نمیدونم، داره با پدرت صحبت میکنه. سر آدریان، من کاملا از اهمیت کار پروفسور کلیفتون آگاهم، ولی چرا اسکیپی؟ فکر میکردم موضوع برات روشنه. او یه حیوان کاملا استثنائیه. پروفسور میخواد بدونه چه چیزی اون از بقیه کانگروها متمایز کرده و ضمناً اون به هیچ عنوان صدمه ای نمیبینه. در اینجا صرفاً فقط مسئله وقت و زمان مطرحه. چقدر وقت؟ زمانشو دقیقاً نمیتونه برآورد کنه ولی ممکنه چیزی بین 6 تا 9 ماه باشه. 9 ماه؟ متاسفم مات، ولی نتیجه‌ای که به دست میاره میتونه ارزش علمی زیادی داشته باشه. در هر حال برای سانی خبر خوشی نیست. من اینو درک میکنم. ببین، میخوای من خودم باش صحبت بکنم؟ نه، ترجیح میدم خودم بهش بگم. هر طوری میلت. مثل این که از این کار نمیتونم جلوگیری کنم. متاسفانه بدون اجازه سازمان جنگلبانی نمیتونی کاری انجام بدی. و مت، من میدونم که این کار چقدر ممکنه سانی رو ناراحت بکنه. اگه کاری از دستم برمیومد کوتاهی نمیکردم. اینو میدونم سرازیا. از این که اومدین تا مطلبو به من بگین متشکرم. خداحافظ مت. خداحافظ. سلام سانی. سلام سر آدریان. اون چیه تو دستت؟ توی جنگل پیداش کردم. بالش زخمی شده بود ولی حالا دیگه خوب شده. تو به موجودات خداوند خیلی علاقمندی سانی. خب اونا دوستامن. مگه نه اسکیپ؟ بله. خب خداحافظ سانی. خداحافظ رادیان. بریم مایکل. سانی؟ بله پدر. میخوام باهات حرف بزنم. باشه پدر. فکر نمی کنم تو هیچ وقت اسم پروفسور لئونارد کلیفتون رو شنیده باشی، ولی گمان میکنم تو این مملکت اطلاعات اون درباره حیوانات بیشتر از هم هست. این کتاب اون نوشته. بله، یه وقتی سعی کردم بخونمش. خیلی کسالت آور بود. بعضی ها اینطور فکر نمی کنم. در حال حاضر برای یه کتاب دیگه داره اطلاعات جمع میکنه، به خصوص درباره کانگروها. کانگروها؟ مسئولین پارکا بهش اجازه دادن برای مدتی اسکیپی رو قرض بگیره و
باید بفرستمش به سیدنی. میخواد از اینجا ببرتش؟ فقط تا زمانی که اطلاعات لازم رو کسب کنه. این واقعا برای اسکیپی افتخاره. اونو با دقت انتخاب کرده. نه میدونم دلت براش تنگ میشه، ولی مدت زیادی از ما دور نمیشه و علاوه میره که خدمت مهمی رو انجام بده. ولی اینجا خونه یا اونه؟ اگه میخواد روش مطالعه کنه چرا نمیاد اینجا این کارو بکنه؟ برای چی میخواد ببرتش به سیدنی؟ برای اینکه محل کارش، همینطور آزمایشگاهش و تمام وسایلش اونجاست. من اجازه نمیدم، اجازه نمیدم ببرتش. سانی میدونم اگه اونو ببره من دیگه هیچ وقت نمیبینمش. آخه این چه حرفیه که میزنی؟ حتما دوباره میبینیش، باهاش خوب رفتار میشه. بیا بریم اسکیپ. از من کاری ساخته نیست سانی، خارج از قدرت من. من جریانو شنیدم، خیلی وحشتناکه. چرا میخوان این کارو بکنن؟ تو دیگه شروع نکن کلانسی. بله آقای هاموند، ولی کار درستی نیست. سانی رو دیدی؟ برای چند دقیقه پیش داشت با اسکیپی میرفت. از کدوم طرف رفتن؟ رفتن طرف ساحه. حالا چی کار باید بکنیم اسکیپ؟ حتما باید یه فکری بکنیم. جریان چیه؟ یه پروفسور میخواد اسکیپی رو ببره. ها؟ میخوام بفهمن چی چاقش کرده. متوجه نمیشه. اون باهوشترین کانگورویه که دیده شده. میخوام بفهمن علتش چیه. خب نگران نباش، هیچ کس نمیتونه تو رو از من دور کنه. ما فرار میکنیم، از اینجا دور میشیم. نه پدر دستش بهمون میرسه، نه پروفسور. منم مثل تو اصلا از این فکر خوشم نمیاد. ما باید همیشه پیش هم باشیم. گمونم حق با توه، فقط ترسوها فرار میکنن. ما که ترسو نیستیم، اینجا میمونیم و میجنگیم. ولی با چی اسکیپ؟ دست خالی که نمیشه مبارزه کرد. کاش تو هم مثل بقیه کانگورو بودی. تقصیر تو نیست، تو که نمیخواستی باهوشترین کانگوروی دنیا باشی. میدونی چی اسکی؟ دلم میخواست تو کودنترین بودی. یه دقیقه صبر کن ببینم. فهمیدم، فهمیدم اسکی. حقیقت داره پدر. چی حقیقت داره؟ راجب اسکیپی. واقعا میخوایم بزنیم ببرنش؟ همونطور که قبلا هم توضیح دادم، مارکونو نمیخوام ببرنش، میخوان قرض بگیرنش برای کارهای علمی. پس حقیقت داره. چطور میتونین این کارو بکنین؟ به من مربوط نمیشه. این تصمیمیه که مسئولین پارک ها خودشون گرفتن. ولی اونا نمیدونن که اسکیپی چه مفهومی برای سانی داره. از روزی که سانی اونو توی جنگل پیدا کرده تا حالا از هم دیگه جدا نشدن. یه بچه بود، سانی اونو بزرگش کرده. مارک، همه اینا رو میدونم. من اصلا نمیفهمم. مثلا این نیست که اون یه حیوان خانگیه، اون یه دوسته، نزدیکترین رفیق سانیه. و به همین دلیل هم است که میخوان روش مطالعه کنن. یک ارتباط احساسی بین سانی و اسکیپی وجود داره که پروفسور کلینتون میخواد ازش سر در بیاره. واضح تر بگید پدر. شده خوک آزمایشگاهی، معلوم نیست کارش به کجا بکشه. مارک، اجازه نده احساساتت بهت غلبه کنه. دلیلش اینه که دانشمندان واقعا برای حیوانات به خصوصی مثل کانگاروها ارزش قائلن و به علاوه سرادیان شخصا به من اطمینان داده که هیچ صدمه ای به اسکیپی وارد نمیشه. خب پس برای چی ندارم بیش از این با من بحث کنی مارک. پدر، ما فکرامونو کردیم، من و اسکیپی، و تصمیمم گرفتیم اگه پروفسور میخواد اسکیپی رو ببره پس نظر ما اشکالی نداره. خب داری عاقلانه فکر میکنی سانی. ما نباید صد راه تحقیقات اونا بشیم. وقتی پروفسور بیاد اسکیپی حاضره. مطمئنی که خیال نداری حقه چیزی به من بزنی؟ حقه بزن.
آخه این تغییر عقیده یه خورده ناگهانی بود. فکر بد نکنیم، ما فقط میخوایم کار درست انجام بدیم، همین. به شما افتخار میکنم، به هر دوتون. من همه چیزو شنیدم. منظور چیه؟ میخوای همینطور بگیری بشینی یا بذاری پروفسور اسکیپی رو ببره؟ همونطور که پدر گفت، این خودش یه افتخاره که یه پروفسور دربارش کتاب بنویسه. شوخی میکنی؟ اون اگه بره اونجا تبدیل به آمار میشه. به چی؟ آمار. همه چیزو میارن رو کاغذ، مثل رنگ چشماشو، اندازه دومشو، از اینجور چیزا. بعدش هم یه مش حرفای دیگه که هیچ کس ازش سر در نمیاره. یه لقب هم بهش میدن. وای، منظورت اینه که اون سر اسکیپی میشه؟ به اسکیپی این لقبو نمیدن، به پروفسور میدن. بهتره دیگه بریم، باید به کارامون برسیم. سر پیچه بعدی توقف کن مایکل. مسافت زیادی رو باید طی کرد تا منظری به این قشنگی زیباست. از اون گذشته نقاط تاریخی قابل توجهی وجود داره که من باید بگم در قرن توجهی که به اضافه کردن معلومات من دارید متشکرم، ولی اگه قرار ساعت 11 در قرارگاه جنگل بانی باشیم بهتره حرکت کنیم. سرادری آ نه، ما وقت زیادی داریم چون تقریبا رسیدیم. حالا اگه همینطوری ادامه بدیم به حوزه کاتانگا میرسیم، جایی که در متاسفم که باید بگم سرادریان، شما درباره سفر امروز قدری مسامحه و اهمال میکنید. بله خب، من راستش باید حقیقت رو بهتون بگم، من در واقع دلم نمیخواد شما اسکیپی رو از اینجا ببرید. سرادیان سلام، بات از دیدنت خوشحالم. همینطور من. پروفسور کلیفتون، آقای هامون. خوشوقتم. پسرم مارک. سلام مارک، میل دارین بریم تو آقایون؟ آه اشکالی نداره، من خیلی اشتیاق به دیدن کانگورو دارم، میخوام باهاش آشنا بشم و میخوام در آشنایی با این محیط منو همراهی کنه. با حیوانات مثل انسان رفتار کردن خیلی میتونه مهم باشه. بله البته پروفسور، فکر میکنم که اسکیپی پیش سانی باشه از اون طرف. وقتی جریان به سانی گفتی چه عکسی عملی نشون داد؟ طوری خوب بود که تعجب کردم. اول یه خورده شوکه شد، ولی خب بعد بهش عادت کرد. جوانان مسائل رو زود فراموش میکنن. من به پروفسور توضیح دادم که اسکیپی چقدر به این خانواده نزدیکه، به خصوص به سانی. میتونم بهتون اطمینان بدم که ازش به خوبی مراقبت میشه. حیوانی که تا این اندازه استثنایی باشه حتما ارزش فوق‌العاده‌ای داره. اینطور نیست پروفسور، اون هوش زیادی فقط در مقابل دوستی و مهربانی نشون میده. سر ادریان. میبینم که حیوانات رو در این پارک تو آغل نگه میدارین. نه پروفسور، از اینجا فقط به عنوان بیمارستان یا قرنطینه استفاده میشه، ولی بقیه حیوانات آزادن که در پارک هر جا میخوام برن، همینطور اسکیپی. چه اینطور؟ اونجا چه خبره آقای هامون؟ سانی، کلانسی، میخوام با پروفسور کلیفتون آشنا بشم. این موریسه، اون با زبونش دست میده و با دومش خیلی خوب میتونه نقاشی کنه. میل دارین تماشا کنی؟ سانی، پروفسور اینجا نیومدن که نقاشی کردن موریس رو تماشا کنن. شاید دوست داشته باشین یه دست تنیس با سم بازی کنی. باید سرویس دادنش رو تماشا کنی، خیلی خوب بلده. این چیزا واقعا جالبن، ولی برای من فقط دیدن کانگروها جالبه. این همونه؟ بله سکیپیه. با پروفسور دست بده سکیپ. سکیپی؟ نه نه بهت گفتم دست بده.
تو نه هکتور، دارم با اسکیپی حرف میزنم. حالا پاشو راست بایسا اسکیپ. من متاسفم پروفسور، نمیتونم وادارش کنم مثل بقیه حیوانا یه کارایی بکنه. البته اون به باهوشی بقیه نیست، ولی شما خیلی چیزا درباره حیوانات میدونی، شاید بتونی باش کنار بیای. بله سعی خودم رو میکنم. سلام اسکیپی، ما میخوایم دوستان خوبی باشیم، موافقی اسکیپی؟ اینجا رو ببین، برات یه هدیه آوردم، بیا. حالا ندیده بودم یه کانگورو قند رو رد بکنه. خیلی خوب اسکیپی، خیلی خوب، اگه احساست اینه اشکالی نداره، نخورش. بالاخره قبول کرد. خیلی خوب، حالا شاید بخوای با من دست. او باشه باشه باشه، اشکالی نداره، دست نده. این به نظر من خیلی عجیبه. من هیچ وقت نیده بودم یه حیوان اینطوری رفتار بکنه. تمام کارهایی که بهش میگن نکن میکنه و بالعکس. با غریبه ها اینطوره. پروفسور بهتره که شما بلندتر باش حرف بزنید، نشون بدین رئیس کیه. بله بله، شاید این دور باشه. خیلی خوب، در مورد اون یکی مطالعه کنید پروفسور، هکتور واقعا باهوشه. اونا یه دیگه برای من جالب نیستن. مارا چطور؟ پروژه من فقط درباره کانگروها است. اسکیپی بیا اینجا و با من دست بده. بیا جلو اسکیپی. اصلا نمیتونم بفهمم، قبلا با من دست داد. شما که دست دادنشو دیدین، حالا حتی حاضر نیست به حرفم گوش بده. اون دمدمی مزاجه. دمدمی مزاج؟ این نشانه هوش و ذکاوت فوق‌العاده اونه. مورد اسکیپی نه، این نشانه کودنیه. خیلی عجیبه، من اصلا نمیفهمم. پس اون حرفایی که دربارش میزدن چی شد؟ فکر میکنم درباره اون کمی مبالغه شده، بگه نه همون. معذرت میخوام پروفسور، من حد و حدود پروژه شما رو نمیدونم و یا دقیقا نمیدونم چی رو میخواین ثابت کنین، ولی فکر میکنم با شما دستگیرتون شده باشه. چیزایی که الان دیدین در حد خودش فوق‌العاده است. متاسفانه متوجه منظورتون نمیشم. اینجا در این پارک ما وقت زیادی رو وقف محبت کردن به حیوانات میکنیم و اینطور که من دارم میبینم، علاقه و تفاهمی که بین اسکیپی و پسرم به وجود اومده یک موفقیت بزرگ. سانی روی اسکیپی کار کرده تا وانمود کنه اون کودن. اسکیپی هم قبول کرده، فقط به خاطر اینکه اصلا جدا نشه. فکر میکنی قانعش کردی پدر؟ کلیفتون فهمید که اگه اسکیپی رو ببره در آزمایشاتش موفقیتی پیدا نمیکنه. ولی باز بر میگرده، اون شیفته اسکیپی شده بود. پس میتونه بیاد همینجا روش مطالعه کنه. اینجا خونه اسکیپیه. سرادریان ترتیبشو میده. سرادریان از خودمونه، مگه نه پدر؟ میدونست که همش برنامه است. اسکیپی انقدرام لجباز نیست. اسکیپی خوب خودشو به خنگی زده. درسته. بیا بریم اسکیپ، دیگه تموم شد. بیا بریم. فراموش کردم. نه تو همونجا بمون، با ما نیا. یا خیلی خوب دیگه کافیه. تنها چیزی که اینجا احتیاج نداریم یه کانگوروی لجباز حرف گوش نکن. دنبال من نیا. یا خب دیگه اسکی، لجبازی تموم شد. داریم به پارک وارتن از دیک میشیم، شاید برای بچه ها جالب باشه. اما چکرم کپتن، اطمینان دارم که همینطوره. میتونیم نگاه کنیم؟ البته که میتونیم. خیلی خوب بچه ها، همتون بیاین این طرف، بیاین اینجا نگاه کنیم. نمیدونم از اون بالا ما چه شکلی هستیم اسکیپ، حتما مثل دوتا مورچه ایم. سانی اسکیپ. آه یه دقیقه وقت داری؟ بله پدر.
یه مأموریت برات دارم، همینطور برای اسکیپی. چی هست؟ فردا قراره چند تا مهمون مهم داشته باشیم، میخوام تو اسکیپی راهنمای اونا بشین و پارکو بهشون نشون بدی. ما؟ ده تا دختر و پسر کوچولو از کشورهای مختلف جهان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و ژاپن. میان اینجا؟ اونا عضو فدراسیون بین المللی کودکان هستن، میخوان تمام استرالیا رو بگردن. این پارک به عنوان یکی از جایی که باید ببینن انتخاب شده. از اونجا که همه تقریبا هم سن تو هستن، فکر کردم بهترین آدم برای راهنمای اونا توی. پدر، این مأموریت خیلی خوبیه. فقط یه مطلب هست، هیچ کدومشون زبون ما رو بلد نیستن. تو اسکیپ بعد از اون جالبی در پیش داری. پارلوو فرانسه؟ ها؟ فرانسه حرف زدم. شوخی میکنی؟ خب بگو ببینم اشپرشن زی دوچ. من اصلا نمیفهمم تو چی میگی. زبان خارجی بلد نیستم. شنیدی که پدر گفت اون دو تا خانم فقط به زبان ما حرف میزنن. اون باهات شوخی میکنه سنی. هبل است اسپانیایی لغای هموند؟ معنی چی؟ اسپانیایی بلدی؟ تو بلدی؟ پریمه تامه کومه پرزنته سوی کلاسی میرک. من که نمیفهمم چی میگی. وای کلاسی، این از کجا یاد گرفتی؟ من یه زمانی معلم اسپانیایی داشتم. برای چی همه به یه زبان صحبت نمی کنن؟ اینطوری همه میتونستن حرف هم دیگر رو بفهمن. پس تلویسته معنیش چیه؟ من چه میدونم، همینجوری تو تیواری یاد گرفتم. خدای من. کجا قراره ببینیشون؟ کوانتاس. خیلی بد شد که من گرفتارم. واقعا دلم میخواست همکاری میکردم. آره میبینم که واقعا دلت شکسته. خانم ادوار، ایشون آقای هاموندن شما رو به ایشون میسپرن، بهتون خوش بگذره. لطف کردین که به ملاقات ما آمدین آقای هاموند، واقعا متشکرم. خواهش میکنم آقای هاموند. آقای کین، خواهر همکار من خانم ادوار. از آشناییتون خوشبختم. منم خوشبختم. جری، مواظب خودت باش. شما هم همینطور. توی مزرعه میبینمت. اون اسکیپیه. خیلی جلب توجه کردی. معمولا با بچه ها اینطوریه. تو مانم کیا هی؟ من سانیم، اسم تو چیه؟ کیا بوله؟ ها چه اسم قشنگی. من فکر نمی کنم اسمشو به تو گفته باشی سانی، به نظرم داره میگه حرفاتو نمیفهمه. کیا بوله هی؟ خدای من. اسکیپی، thank you.
به نظر میرسه از قایق سواری لذت برده باشه. بسیار خوبی بود آقای هاموند، از قایق سواری لذت بردن. خب حالا دیگه به تو اسکیپی تحویلشون میدم. بله من کارم رو انجام دادم. با قایق گردش بردیشون، خودت هم حسابی تفریح کردی. گوشای من به خاطر سر و صدای اونا هنوز صدا میکنه. 3 ساعت دیگه میام اینجا دنبالت. باشه، ازشون خوب مراقبت کن. حتما. بعدن همه تونه میبینم. نقشه آوردم تا متوجه باشین کجا داریم میریم. فکر خیلی خوبی کردی سنی. پدرت قبلا به ما گفته بود که تو راهنمای با تجربه ای هستی. با تجربه تر از من اسکیپیه. اون راه خیلی باریکه، مجبوریم یکی یکی بریم. تو خودت جلو برو، ما هم پشت سری طوری میایم که همه چیزو ببینیم. باشه. اسکیپ تو هم از عقب بیا و مراقبشون باش. تفلک سانی بد جوری گرفتار شد. عادت میکنه، این زبونهای خارجی گیجش کرده. بچه ها ازش سوال میکنم بدون اینکه کوچکترین چیزی از حرفاشون بفهمه. فکر میکنم تو حرفاشون رو بفهم. خب من یه چند کلمه ای از این برون بر یاد گرفتم، انقدر که چیزایی بفهم. یه ضرب المثل قدیمی میگه دانش کم آدم رو تو دردسر میندازه. وقتی بچه ها ازت میپرسن دستشویی کجا، سالن پذیرایی رو نشونشون میدی. مگه نه؟ سراغ دستشویی رو گرفتم. اون یه وامبته، مثل خرس میمونه، فقط از درخت نمیتونه بره بالا. اون طرف زیر شاخه های اون درخت بزرگه پسرخاله وامبته، یه کوالا با بچهش. این خرسا کیسه دارن مثل اسکیپی و بچه هاشون وقتی کوچیکن اون تو زندگی میکنن. بیشتر حیوانای استرالیایی شب زندگی میکنن، یعنی روزا میخوابن و شبا راه میافتن. اون یه پاسوه، اونم یه توتیه. اونا در صحبت کردن خیلی باهوشن. وقتی خطر نزدیکه صدای عجیبی در میارن و تمام پرنده ها و حیوانات دیگر رو خبردار میکنن. سوسمارای زیادی توی این پارکن، مارم همینطور. خیلی هاشون خطرناک نیستن، البته اگه ناراحتشون نکنی. بیشتر حیوانا از مردم میترسن و بیشتر حیوانای استرالیایی گاز نمیگیرن. اون یک کوکا بودسته که میخنده. در دوران قدیم کاشفین خیال میکردن اونا انسانن. بیاین بهتر از این طرف بریم. همه اینجا؟ بله. شما فکر میکنین اونا دوست داشته باشن کنده کاری های قدیمی روی صخره ها رو ببینن؟ گویا صدها سال از عمرشون میگذره. من فکر میکنم خیلی دوست دارن. خب بهترینشون در بالای راه مالئوه. چطوری میشه رفت اون بالا؟ آسونه، بهشون بگین دنبال من بیان. بیا اسکیپ. فکر میکنی آقای هموند ناراحت بشه اگه چند تاشو بکنی؟ خب آه نه، اون به من گفت که نذاریم بچه ها دست به گلا بزنن. خیلی قشنگه. ممکنه عقب بمونیم، اونا رفتن. اسکیپی اونجاست، نمیذاره ما گمشون کنیم.
شده اسکیپی؟ ما باید به بچه ها برسیم. از کدوم طرف بریم اسکیپی؟ اینجا منتظرشون میشیم. شما ناراحت نشین، اسکیپی همراه اوناست. اسکیپی! اسکیپی! چی بود؟ صدا از اون طرف بود. اسکیپی! ساکت ساکت، لازم نیست از چیزی بترسین. این صدای یه سگ بیابونیه. این یه سگ گود نیست. ما توی کشور ما اصلا گود نداریم. چرا متوجه نیستین؟ اون فقط یه سگ بیابونیه. ببینین، شما نباید بترسین، اونا ترس رو حس میکنن. خواهش میکنم سعی کنین بفهمین چی میگم. اونا با اتون کاری ندارن مگه اینکه بفهمن شما ترسیدین. هیچ هم ازش نترسیم. دیدین اونا ترسونن؟ فقط در صورتی بهتون حمله میکنن که بفهمن شما ترسیدین. نمیتونم چیزی بهتون حالی کنم. اون سگا از اینجا دور نمیشن مگه اینکه بهشون نشون بدین که نمیترسین. سرپرستای شما پیش اسکیپی هن. گوش کنین چی میگم. میتونیم پیداشون کنیم و برگردیم به قایق. من نمیذارم اتفاقی براتون بیفته. بهتون قول میدم. بریم. من نمیتونم تنهاتون بذارم. شما هم که از ترس این سگا با من نمیای. خب من چی کار کنم؟ اونا همه جا هستن، دورمون کردن. بچه ها کجان؟ اونجا یه چیزی داره تکون میخوره. آه اسکیپی. دارن دور میشن. یلا پیش از این که برگردن شانس رفتن داریم. خیلی خوب، باشه. اگه نمیخواییم با من بیاین، من خودم تنهایی میرم. آفرین، صف بکشین، پشت سر هم وایسین. بیای. آهان، تو خوبه. نفر بعدی تو. زود باش. خوبه، بیا وایسا. آها، تو هم بیا. آها، تو هم وایسا. یه آهنگ میخونیم. یه آهنگ خوب بلدی؟ من یکی بلدم. ما توی باشگاه میخونیم. با من بخونیم. One man went to mow with the mower meadow. One man and his dog went to mow a meadow. Two men went to mow with the mower meadow. Two men went to mow with the mower meadow.
چطوری شده؟ حالش خوبه. آفرین اسکیپ. اونا موفق به دیدن آثار باستانی نشدن، ولی از این بعد بین سگ و گرگ فرق قائل میشن، مگه نه اسکیپ؟ بچه‌ها از من خواستن از شما تشکر کنم، با وجود اون سگای وحشی خیلی بهشون خوش گذشته. ببینم اسکی اون داره درختو قطع میکنه. هی آقا شما نباید این کارو بکنین. سلام، مگه شما چه کاره ای؟ من سانی هاموندم، پدرم سر جنگلبانه، نباید درخت رو ببریم، برخلاف قانونه. از کی تا حالا صاف کردن زمین غیر قانونی شده ها؟ شما چی داری میگین؟ اینجا پارک ملی وارتاس. برو به کارت پسر، من باید به کارم برسم. ولی آخه تو داخل یه ملک خصوصی شدی، بزن به چاک. مواظب باش.